سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. دیروز توی یه دونه ویدیو بهتون گفتم که از کلمه شاک چطوری باید استفاده بکنیم. حالا میام این رو توضیح کامل تر بهتون میدم. اول باید از اینجا شروع بکنم که ما همه هم میدونیم که یه سری صفت داریم. مثلا میگیم که beautiful, good, bad, nice, sad. اینا همه صفت هستن، درسته؟ ما با صفت چجوری برخورد میکنیم وقتی میخوایم یه جمله بسازیم؟ مثلا میگم که I am sad، من غمگینم. I am happy. یا مثلا میگم که I am nice, I am good, she's beautiful, she's smart, he's angry. خب هر جوری که شما یه صفت رو توی جملتون به کار میبرین، همون جوری هم میتونین از این شاک استفاده بکنین. حالا اولا بهتون بگم شاک در ابتدا یه دونه فعله، خب یعنی شوکه کردن. I shocked you، من تو رو شوکه کردم. You shocked me، تو منو شوکه کردی، یعنی باعث شدی که شوکه بشم. خب یا مثل فعل‌های دیگه، مثلا disappoint یا مثلا marry. marry یعنی ازدواج کردن. I married، من ازدواج کردم. I disappointed مثلا her، I disappointed her، من ناامیدش کردم. He disappointed me. خب حالا اگر که من بخوام از این فعل‌ها یک جور دیگه استفاده بکنم، من میتونم ازشون یه سری صفت بکشم بیرون، یه سری صفت بسازم. مثلا ما تو فارسی هم داریم یه دونه فعل جذب کردن داریم، خب یه دونه هم جذب شده داریم. خب مثلا میگم من مجذوبش شدم، واسه اینکه اون طرف جذابه، درسته؟ از کلمه جذب و فعل جذب یه دونه مجذوب ساختم، یه دونه هم جذاب ساختم. همین داستان رو اینا تو انگلیسی هم دارن. وقتی که من میخوام بگم که طرف خیلی جذابه، اون وقت میگیم که interesting، جالبه، یا مثلا exciting، هیجان میده به من، یا مثلا disappointing، ناامیدم میکنه. خب وقتی که اونا ing بگیرن، یعنی که اون حسی رو که اون طرف در خودش داره رو به من منتقل میکنه. خب اگر که بگم امتحان من disappointing بود، یعنی که باعث میشه اون امتحان من ناامید بشم. اگر که بگم یه ورزشی exciting، یعنی که اون هیجان انگیزه و باعث میشه که من هیجان زده بشم. اگر که بگم که یه چیزی مثلا شاکینگه، یه خبر شاکینگ بود، من یه خبر شاکینگی شنیدم، یعنی که اون شوکه کننده است. و وقتی که اونا این حس رو به من منتقل میکنن و من یه هوی دگرگون میشم، اون وقت باید ایدی بگیرم. مثلا میگم که اون خبره که شاکینگ بود باعث شد که من شاکت بشم. وقتی که اون امتحان من disappointing بود، ناامید کننده بود، پس من الان disappointedم، ناامیدم. اگر که بگم مثلا اون فیلم interesting، جالبه، پس من علاقمندم به اون فیلم، I am interested. خب پس ing اون صفتی هستش که اون حسو میده و ed اون صفتی هستش که حسو گرفته. چیزها میتونن فقط ed بگیرن، ing بگیرن، اشیا نمیتونن که حسشون عوض بشه. مثلا یه دونه فیلم نمیتونه که یه بار مثلا هیجان زده بشه، یه بار هیجان انگیز بشه. فقط میتونه حس رو منتقل بکنه به تو. ولی آدما هر دو تا رو میتونن بگیرن. یه آدم هم میتونه هیجان زده بشه، حس رو بگیره، همین که اون حس رو به تو منتقل بکنه، خب اکسایتینگ بشه. حالا اینجا اینو بهتون توضیح بدم. اگر که من میدونم که هپی یک فعله، خب پس میگم I am happy. I am ready. من آمادم. I am sad، من غمگینم. یا I am angry. پس shocked, married, excited, disappointed یا شکل‌های ing دارشون هم صفت حساب میشن. پس من میتونم بگم I am shocked، من شوکم الان. مثلا میگه چی شده، چرا اینجوری میگم؟ I am shocked، من الان شوکم، تو حالت شوکه هستم. خب بعد یه سری از اینها هم مثلا یه همچین شکلی داره. مثلا married، وقتی که میگه ازدواج کردم میگه I married. خب یا حالا I got married، اینم توضیح میدم فرقشون چیه. ولی میگم که خب الان تو چه وضعیتی هستی؟ اون وقت میگم که I am married، من هستم متأهل. پس married یک صفته، یعنی متأهل. خب مثلا میگیم که یک مرد متأهل، a married man، یک خانم متأهل، a married woman. excited هم همینطور، disappointed هم همینطور. حالا ما یه دونه get داریم، یه دونه هم امایزار داریم. وقتی که مثلا ببین تو الان یه خبری رو به من میدی، خب قبلش که من شوکه نیستم که، من بگم که I was shocked، ریلکس بودم، I was relaxed. خب که من مثلا خوشحال شدم، یه میگم که I got happy، I got shocked، I got. اون لحظه که اون تغییر حالت پیش میاد رو میگیم get shocked، get happy، get ready، get excited.
ولی بعد از اون میگه خب الان تو چه حالتی؟ میگه I am excited، من الان هیجان زدم. خب وقتی که مثلا تو رو میبینم خوشحال میشم، I get happy. قبلش خوشحال نبودم که، وقتی تو رو دیدم I got happy. بعد از اون میگه خب الان که من اینجام چه حسی داره؟ میگه از اون لحظه که تو رو دیدم I am happy، I am excited، I am disappointed، یا هر فلی دیگه. خب حالا ازتون میخوام که اولا به هم بگین که یه سری جمله بسازین با اینا، و به هم بگین که چند تا از این فعل ها بلدین که میتونین ازشون صفت های ایدی دار یا ایجی دار بکشین بیرون. نهایتا این که ویدیوها چون که طولانی هستن، من اینها رو باید بذارم یوتیوب و تلگرام که میتونین از اونجا دانلود بکنین.